درود به شما دوستان و رفقای شنونده و بیننده برنامه گفتگوهای کارگری. همطور که میدونید به جهت اهمیت موقعیت و ویژگی های مقاطع مختلف جنبش کارگری ایران ما موارد زیادی اتفاق افتاده که رفتیم سراغ فعالین و رفقایی که روی حوزه جنبش کارگری ایران اشراف دارن. مهمان امروز من در این برنامه رفیق اصلان جوادزاده از سازمان فدایان اقلیت هستن. درود بر شما رفیق اصلان جوادزاده. درود بر تو برود عزیز و همچنین درود بر سلام شنوندگان این برنامه. ممنون که منو به برنامه خودت دعوت کردی. خواهش میکنم رفیق اصلان، اولین سوال من در رابطه با ارزیابی این دوره از جنبش کارگریه. اگه بخوایم یک ارزیابی تحلیلی جدی داشته باشیم، شما روی چه نکاتی تاکید میکنید؟ بله، خب جنبش کارگری ایران در دو دهه اخیر یا به طور مشخص از اوایل دهه 80 به این طرف با تغییرات و از نظر من با پیشرفتهایی همراه بوده. این تغییرات یا پیشرفتها رو شما به طور مشخص در دو تا زمینه و دو عرصه میشه ببینید. یکی در عرصه تشکلیابی و ایجاد تشکلهای کارگری و تشکلهای فعالان کارگری هست و دوم در عرصه رشد مبارزات به مبارزات کارگری و ارتقای سطح آگاهی کارگران هست. در مورد تشکلیابی و ایجاد تشکل، ما در این دوره خود بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هما رو داریم در سال 84 و تشکیل سندیکای کارگران نشکر 7 رو در سال 87 و همچنین ایجاد تشکل‌های فعالان کارگری مثل کمیته پیگیری، مثل کمیته هماهنگی و تشکل‌ها و کمیته‌های دیگه که خب اینا عمدتاً ترکیبی از فعالان کارگری و روشنفکران در واقع داشتن و دارن. صرف نظر از اینکه حالا سندیکای شرکت واحد و سندیکای کارگران 7 اینا و فعالانشون در واقع اعتراضات و اتصابات بزرگی رو سازمان دادن در این دوره، در زمینه اتحاد عملها هم ما در واقع میبینیم که این مجموعه در آغاز فعال بودن، خصوصا در ارتباط با اول ماه مه مراسم‌های مشترکی برگزار میشد و یا بیانیه‌های مشترکی، برنامه‌های مشترکی داده میشد. مثلا در اول ماه مه سال 89 و 90 تقریبا تمام این تشکل‌ها با هم وارد اتحاد عمل شد. ولی خب تا جایی که به سازماندهی کارگران و در واقع متشکل کردن کارگران مربوط میشه، بعد از دو سندیکای واحد و 7 که خب اینها در محیط کار به وجود اومدن، پایگاه تویهی داشتن و اتصابات چند هزار نفر رو در واقع سازمان دادن، بقیه عموان در بیرون از محیط های کار شکل گرفتن و خب اینها توی این زمینه نتونستن کاری انجام بدن. خب در سایر زمینه ها هم ما یواش یواش می‌بینیم که اون فعالیت های مشترکشون که در آغاز در واقع داشتن، اینها به تدریج کمتر شد و حتی اختلافاتی هم در درون اونها یا بین اونها در واقع به وجود اومد و تشدید شد. در هر حال مجموعه فعالیت هایی که اگه بخوام راجع به فعالیت ها صحبت کنم در این دوره انجام شد، در دوره قبل‌تر از اون، یعنی قبل از در واقع سال 60، یعنی اون دهه‌ای که از 60 تا 70 شما بگیرید، ما خوب نمی‌بینیم اینا وجود داشت. جنبش کارگری توی این دوره ما در واقع شاهد این هستیم که هم به لحاظ تشکلیابی و هم به لحاظ رشد آگاهی در صفوف کارگران در واقع رشد کردیم. نکته دیگه که قابل توجه هست که همین دوره مبارزات کارگری هست و رشد و گسترش این مبارزات در اشکال مختلفی از
تجمع بگیرید شما تا راهپیمایی تا حتی امتناع از خوردن غذا توی کارخونه تا اعتصاب و بالاخره کابوندن چرخهای تولید که واقعا چه از لحاظ تعدد اعتصابات و اعتراضات کارگری و چه به لحاظ کمیت اون کارگرانی که اومدن توی این اعتراضات توی این اعتصابات شرکت داشتن در واقع لحاظ کمی فون درازه بالا است. شما این اعتراضات و این اعتصابات رو در اکثر کارخونه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی میتونید ببینید، یعنی سوای اون اعتصابات بزرگی که توی هفته و شرکت واحد در واقع ما داشتیم که بهش اشاره کردن، ما اعتصابات بزرگی در معدن سنگ آهن باف داشتیم، در چادرمالو داشتیم، در معادن مس داشتیم، در زغال سنگ داشتیم، در پتروشیمی ها داشتیم، در سیماسازی ها داشتیم، کاشی سازی ها داشتیم، کلیزه نوشته ها اصلا پولاد، کشت و سنحت، برق، مخابرات و غیره و غیره. ولی خب در این دوره یا به عبارتی درسته در این سالهای اخیر ما سوای این اعتصابات، سوای این گونه اعتراضات ما با یه پدیده دیگه هم در جنبش کارگری ما روبرو هستیم و اون چی هست؟ اون اعتصابات و اعتراضات همزمان هست در چند تا کارخونه یا در چند واحد توی یک رشته، یعنی اعتصابات در واقع فراواحدی یا حالا به شکل دیگه رشتگی که خود در این مورد شما میتونید به تجمعات هماهنگ کارگران برق منطقه‌ای در واقع و اپراتورهای فشارخالی اشاره بکنید که اینها در واقع پارسال یعنی سال 94 در سه ماه یعنی در فروردین و مرداد و دو بارم توی دیماه چهار تا تجمع داشتن که در واقع توی اون تجمعات از 600 تا 800 نفر در واقع شرکت داشتن توش، که اینا خوب البته به نمایندگی از 5000 کارگر از استانهای مختلف اینا خوب اومده بودن تهران و اونجا دست به تجمع دارن. به سال 93 هم باید شما نگاه کنید همین کارگران سه تا تجمع بزرگ به همین شکل اینها برگزار کرده بودن. غیر از اینها باید کارگران مخابرات روستایی هستن که اونها هم در سال 93 دو بار، سال 94 هم دو بار تجمعات اعتراضی با حضور 1600 کارگر اینها داشتن که البته اینها هم باز به نمایندگی از تقریبا حدود 8000 کارگر که این بخش رو کار میکنن از شهرها و استانهای مختلف اومده بودن تو تهران اونجا تجمع اعتراضی داشتن. نمونه دیگه اعتصاب هماهنگ و تقریبا یک پارچه هزاران کارگر در 9 تا معدن زغالسنگ هست که ما در دیماه پارسال در واقع داشتیم در استانهای کرمان، گلستان و سمنان. از همه اینها مهمتر اعتصاب یک پارچه و هماهنگ ما در پتروشیمی ها رو داریم. کارگران پتروشیمی ها توی منطقه ماشهد، اینها در واقع زیرمجموعه اون هلدینگ خلیج فارس هستن، پارسال در سه نوبت اعتصابات فراواحدی رو اینها سازمان دادن و بچه‌ها نه فقط در سطح پتروشیمی های منطقه ماشهد و سلویه با شاهد اعتراض یک پارچه کارگران بودیم، بلکه که این اعتراضات این دسته از پتروشیمی ها که توی جنوب هست در واقع در اتحاد با پتروشیمی عراق، پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی تبریز، اینها در واقع یک اجتماع اعتراضی واحدی رو سازمان دادن به این شکل که 300 نفر از کارگران این پتروشیمی ها به نمایندگی از اون هزاران کارگری که توی این پتروشیمی ها کار میکنن اینها رفتن توی تهران در مقابل وزارت نفت رو تجمع کرد. و هم میخوام بگم که فرازی کنم در یک جمله همین این تحولات تغییرات که سلامان بهش اشاره کردم به نظر من نکات مثبتی هست و نشون دهنده رشد آگاهی هستن که تو کارگران و در یک قلم نشون دهنده پیشرفت جنبش کارگری در این دوره هستش. از توی صحبتاتون به درستی اشاره کردید به سطح کیفی و کمی مبارزات کارگری و برشمردید. همین اخیراً هم کارگرهای ترانسفو خوش درخشیدن و حرکت متحدانه ای رو بر علیه کارفرما و خصوص سازی تو اون شرکت برپا کردن.
که به نحوی اون شیوه و شکل و شیوه اون مبارزه اخیراً مورد بررسی فعالین قرار گرفته، موفق بودن تا حدودی در این حرکتشون. رفیق اصلان، در رابطه با گروه های کارگری صحبتی کردیم. ما هممون میدونیم که مهمترین عامل بازدارنده در پیشبرد مبارزات جنبش کارگری رژیمه، اما این عوامل دیگه ای رو آیا ما میتونیم در درون گروه های شناخته شده کارگری جستجو کنیم و نشون بدیم؟ این موارد به نظر بسیار مهم هستن، یعنی اون چیزی که تا به حال ما دیده شده، همون یکیش بیرون بودن در فعالیت در بیرون از واحدهای تولیدی صنعتی. موارد دیگه به نظر شما چی هستن که از جمله عوامل مهم بازدارنده محسوب میشن؟ من با این مسئله موافقم. در حالی با صورت شما که در اساس بزرگترین عامل بازدارنده رژیم جمهوری اسلامی و اون سرکوب و استبدادی هست که در واقع کارگران از تشکلهای خودشون محروم کرده اینا، و مسئله در جمهوری اسلامی فقط سرکوب و بگیر و بزند و این چیزها احضار و دادگاه و زندان هم نیست. خب اینا خب همه البته که هستش، خیلی هم تشدید شده و میدونید که کارفرما با یک اشاره یا یک شکایت ساده هر کارگری رو که دلش بخواد اراده بکنه میتونه بفرسته به اون بیدادگاه ها. نمونه هاش رو هم خوب همه میدونن دیگه. ده ها کارگر توی معدن باز، توی چادر ملوک، توی معدن مس، سوهار سنگ، پلی متریل، معدن آب دره، این اواخر شهرداری اهواز، غیره و غیره، اینا خب همه در همین دوره حسن روحانی وجود داشته و راهی دستورالدادگاه شده. اینا حتی به عکس و شلاق هم محکوم شدن و حکم شلاق در مورد بعضی از اونها مثل کارگران معدن طلای آخدره به اجرا هم در اومده. سال گذشته برای مثال نزدیک به 250 فعال اعتصاب صرفا بخاطر آگاهگری توی محیط کار و دفاع از حقوق کارگران، اینها در واقع از کار اخراج شدن. ولی خب همونطور که شما اشاره کردید، اینها مسئله فقط سرکوب نیست، یعنی اضافه بر سرکوب ما الان تعرضات طبقه حاکم رو همه طبقه کارگر داریم که این تعرضات در واقع همه جانبه است. این قراردادهای موقت توسعه دید، امضا و پیمانی و اینها، اینها یعنی که نگاه داشتن کارگر توی اون لبه پهکاه اخراج، یعنی که اگه که کارگر جون بخوره اخراج میشه، کارش از دست میده. این بیکاری که خوب فوق‌العاده زیاد هست، روزافزون هست، یعنی حضور میلیون ها بیکار توی جامعه، خب طبیعتا اینها به زیان کارگران شاغل هست. کارفرما یعنی در توی این حالت ها در اخراج کارگر دستش کاملا بازه، فورا میتونه نیروی اخراجی معترض رو اخراج بکنه و به جاش از این بیکاران در واقع استخدام بکنه یا جایگزین بکنه. شکی نیست که خب همه اینها تأثیرات بازدارنده ای رو داره در مبارزات کارگری داشتن و خب هنوز هم دارن، یعنی فقط مسئله سرکوب نیست. اما در مورد بخش دوم پرسش شما، در مورد تاجری که به گروه ها و تشکل های فعالین کارگری و تأثیرات احتمالی اون شیوه کار و فعالیت اونها برمیگرده، خب همونطور که من همونطور به اشاره در پرسش اول هم اشاره کردم، خب این تشکل ها در این اوائل گام های مفیدی به طور واقعی در راستای تقویت جنبش کارگری و در زمینه اتحاد عمل ها به ویژه اتحاد عمل سر اول معامله خوب این قصنامه ها و مراسمشون ها خوب برداشتن، ولی بعد از یک دوره فعالیتشون ما خوب میبینیم که دیگه به مرور در واقع کاهش پیدا میکنه و شب در شرط حاضر هم اون رونق گذشته رو کلا نداره. متاسفانه خوب می‌بینید که زمینه
دروازه پیدایش اون پدیده انفرادگرایی در درون این تشکلات زیاد دلیلش هم خوب روشن هست به دلیل اینکه اغلب این تشکلات بیرون از محیط کار شکل گرفتن ارتباط نزدیکی با کارگران ندارن متاسفانه یک نیروی توده‌ای در واقع پشت سر اونها نیست و خب اینها در واقع خصوصیت اون انفرادگرایی رو در اونها در واقع تشکیل میکنه تقویت میکنه اینها و خب به نسبتی که در اساس اینها از محیطهای کار از محیطهای تولید از کارگران در واقع بدون هستن جدا هستن خب این مثلا هم در اونها به همون نسبت هم خب قدیتر میشه اینها بدیهی که خب این خصوصیت فردگرایی به تفرقه و جدایی در میان این تشکلها در واقع می انجام در خود این تشکلها و بین این تشکلها این تفرقه رو در واقع دامن میزنه طبیعتا خب از این جنبه اون تأثیرات مخرب و منفی هم بر اون اتحاد عملها در واقع وارد میکنه هم طبیعتا از این زاویه تأثیرش میتونم بگم که بر جنبش کارگری یک تأثیر مثبت نیست بلکه تأثیر در واقع منفی هست بله من به صحبتهای شما خودم اضافه میکنم به هر حال این دوستان درگیر رقابت‌های گروهی و فردی هستند در بین خودشون و کار محفلی و در کل روی هم رفته کاری که بعضن انجام میگیره کار غیر جنبشی است و این به قول شما آسیب میزنه به هر جنبشی در ارتباط با مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه خب هممون میدونیم که بازگشایی این سندیکا چقدر تونست اعتماد به نفس رو در جنبش کارگری ایران جاری بکنه حرکت‌های توده‌ای محکم و قوی داشتن به رغم سرکوب‌هایی که صورت گرفته افت و خیزهایی که داشتن ولی همچنان استوار ایستادن و روی ارتباط تنگاتنگ پافشاری میکنن با بدنشون یه مقدار اگر ممکن باشه فوکوسی داشته باشیم روی این سندیکا به نظر شما بیلان مبارزات سندیکای واحد رو چطور میتونیم ارزیابی کنیم بله از شد که سندیکای کارگران شرکت واحد به نظر من با توجه به مجموعه شرایطی که بر جامعه حاکم هست تا اینجا بیلان نسبتا خوبی داشته سالهای اولیه بازگشایی و اتصالات بزرگی که سندیکا در سال 84 در واقع سازمان داد و تعداد نسبتا بالای کارگرانی که به عضویت این سندیکا در اومدن و اینها در واقع میزان نفوذ سندیکا در میان کارگران این شرکت رو در واقع نشون میداد البته همونطور که شما اشاره کردید خود این سرکوب ها و بازداشت فعالان و رهبران سندیکا و اون فشارهای فوق‌العاده زیادی که روی اونها و خانواده‌هاشون بوده اینها این خب به حدی میشه گفت به حدی زیادی موجب کاهش اون فعالیت‌های توده‌ای سندیکا بود ولی به هر حال سندیکا به فعالیت خودش ادامه داده و حرکت اخیر سندیکا هم نشون داد که این سندیکا در واقع ارتباط زنده و فعال خودش رو با اعضا و بدنه کارگری حفظ کردی که این موضوع خیلی خیلی مهم هست رفیق بهر به نظر میرسه که در میان اعضا و فعالان سندیکا خوب توی این سالها خوب کار شده آموزش داده شده و همین حالا هستن در واقع جمعهایی یا افرادی
توی اون سندیکات فعالان که در واقع طور جمعه دارن این امور تشکیلاتی سندیکاشون رو دارن پیش میبرن، یعنی که این سندیکا رو در واقع با واسه یک فرد یا دو فرد آن نیستش از نظر من. خب از اونجا که روی حرکت اخیر سندیکای کارگران شرکت‌های هم این رو نشون داد دیگه، این حرکت هم از جهت ادامه فعالیت این سندیکا و دامنه فعالیتش رو دارم هم خیلی مهم هست، هم از اون نظر که میتونه در واقع برای تشکل‌های دیگه درس‌هایی داشته باشه، جا داره که من اینجا حالا برای به اختصار هم کرد یک کمی روی این حرکت در واقع مکش بکنم، یعنی مارد هم این کار رو کنم. در این تجمع اعتراضی روز 12 مرداد 400 نفر از کارگران و اعضای خانواده ها در واقع توی این اجتماع شرکت کرد. سندیکا خب همونطور که میدونید اینا بدون سر و صدا بدون جنجال ولی با برنامه قبلی اینا رفتن در واقع این حرکت رو تدارک دیدن. یه هفته قبل از این حرکت فعالان سندیکا رفتن توی پایانه آزادی، پایانه جوانمرد قدسان و بعضی از پایانه های دیگه. خب اونجا از نزدیک با کارگران و بدنه سندیکا وارد گفتگو شدن، به مشورت در واقع پرداختن، ضمن که خب همونجا در جا حق عضویت هاشون رو جمع‌آوری کردن، اونها رو برای شرکت در اون تجمع روز 12 مرداد خوب دعوت کردن، تشویق کردن. در واقع همونجا هم سندیکا یک ارزیابی از میزان نیروش، از میزان مشارکت اون کارگران در حرکتی که داشت برنامه‌ریزی می‌کرد خوب به دست آورد. بعدش هم خوب بر همین پایه در واقع همونطور که شما گفتید با اعتماد به نفس وارد این کارزار شد. دیدیم که اون فراخوان که برای تجمع صادر شد یک روز خواب فقط بود، روز 11 مرداد که این فراخوان انتشار پیدا کرد اینا، ولی برغم این مسئله تعداد قابل توجهی در این حرکت در واقع شرکت کردن. در از این ارتباط زنده و فعال با بدنه سندیکا و توده کارگران که من یک بار تاکید کردم که واقعا مسئله حیاتی و مبرم و بسیار مهمی هست و چیز خانواده ها و آمودن اونها به خیابون هم نقطه مثبت دیگه بود توی این حرکت. البته خود سندیکا شرکت باید قبل از این هم واقعا توی این دوستان اجتماعات اعتراضی توی در مقابل شهرداری تهران یا وزارت کار یا به مناسبت اول معامله داشته برگزار کرده، ولی تعداد اونها عموماً از 200 نفر تجاوز نکرده. حالا به خصوص از جنبه حضور نسبتاً گسترده خانواده ها خب این دفعه ما ببینیم که این حرکت خیلی برجسته و تاثیرگذار بود. از لحاظ شعارها و تهیه پلاکارد و به ویژه از لحاظ تبلیغاتی خب از سازماندهی واقعا خوبی این حرکت برخوردار بود. یعنی فعالان سندیکا از همون ساعت 10 که اونجا در واقع جلوی شهرداری شورای شهر جمع شده بودن مرتب عکس و فیلم های کوتاه در واقع اینا تهیه میکردن و از طریق تلگرام انتشار میدادن اینها. خب اینها به سرعت یعنی تو همون لحظه توی شبکه ها هم این شبکه مثل تلگرام و هم توی سایر شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک در واقع انتشار پیدا کرد. این تبلیغ واقعا موفقی داشتن اینها. در مجموع این حرکت در واقع از زمان نشون داد که سندیکای کارگران شرکت واحد رابطه زنده و فعال خودش رو با بخشای زیادی از کارگران این شرکت حفظ کرده و این البته محوری‌ترین و مهمترین نکته است که لحظه فعلی برای سایر در واقع سندیکاها و تشکلهایی که به اصطلاح کانکار توده‌ای و سندیکایی میکنن که در واقع باید به این مسئله توجه بشه، چرا که بدون اون یعنی بدون این ارتباط زنده و فعال با بدنه با توده کارگران شما اصلا نمیتونید صحبتی از فعالیت توده‌ای و سندیکایی داشته باشید یا چنین فعالیتی داشته باشید.
شما این موضوع رو الان در شرط حاضر به فرض در مورد سندیکای کارگران مشکل اصطفه متاسفانه نمیبینید. این سندیکا خوب که سابقه ارتباط فعال و ارگانیک با توده کارگران رو در پرونده خودش داره و شایستگی خودش رو هم در عمل توی این زمینه نشون داره و اصابات و تظاهرات بزرگی رو هم در واقع سازمان داده. اینا و در حال حاضر از این ارتباط گسترده در واقع معلوم شده که خب طبعا این یک نقطه ضعف است و بایدی امیدوار بود که خب این ارتباط زنده و فعالی رو که در واقع این سندیکات داشته اون رو ترمیم کنه، اون رو بازسازی بکنه. این کار تشکرهای دیگه هم که حالا بعضیشون اسم سندیکا دارن یا اتحادیه دارن، خب این هم در واقع اگه نخوان در حد یک نامی باقی بمونن و محدود به چند نفر در واقع باشن اینها و اگر که واقعا بخوان کاری در مورد تشکریابیه کارگران اینها بخوان انجام بدن، در اصل خوب راهی ندارن جز اون که مرکز استقل فعالیت های خودشون رو نقطه تولید بذارن، مراکز کارگری قرار بدن و قبل از هر چیز در حد توان خودشون به سازماندهی کارگران توی اون مراکز هم از تولیدی یا خدماتی در واقع روی بیارن و به این مسئله سازه که میتونن در واقع یاری بکن. بله، ما امیدواریم سندیکای هفت‌تپه بتونه اون تراوت و فعالیت‌های گذشته خودش رو پی بگیره، خودش رو بازسازی بکنه و به هر حال در آینده من تلاش خواهم کرد که در رابطه با جمع‌بندی از مبارزات کارگران هفت‌تپه و سندیکای هفت‌تپه برنامه مستقلی داشته باشم در ارتباط با سندیکای واحد. اما امیدواریم هر روز شکوفاتر بشه و ما در آینده شاهد برگزاری مجمع عمومی سندیکا باشیم. رفیق اصلان جوازداده، خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت داشتید. برای سپاسگزارم رفیق بهروز عزیز از این وقتی که به من داد. متشکرم. درود باشیم. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Deje cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Que tiene luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Ardiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Ardiente batallón, sus manos van.
کنترل